با آنکه روند بررسی نامزدان مجلس نمایندگان و شوراهای ولسوالی از سوی کمیسیون مستقل انتخابات آغاز شده است، اما نگرانی از تقلب سازمان یافته در انتخابات مجلس نمایندگان و شوراهای ولسوالی وجود دارد. اعضای مجلس نمایندگان میگویند حکومت اراده برای برگزاری انتخابات شفاف را ندارد و بیشتر به دنبال مهندسی انتخابات به نفع خود است. حکومت عملا اراده برگزاری یک انتخابات شفاف و سالم را ندارند. 18 میلیون استیکر چاپ می شود، 10 میلیون تذکره قرار است توزیع شود. به کی؟ به کیا؟ اعضای مجلس نمایندگان از کارزارهای انتخاباتی پیش از وقت نیز انتقاد دارند و می گویند از امکانات حکومت به نفع نامزدان زورمند استفاده می شود. و در یک قریه 100 تذکره، فرم تذکره توزیع شده جناب رئیس، 500 فرم تذکره در اوجا ثبت نام صورت گرفته. این یک تقلب محض است. با بودجه تذکره توزیع می شود با پول، هزاران استیکر توزیع می شود با پول. آیا شورای کمیسیون انتخابات خبر نیست؟ ثبت احوال نفوذ خبر نیست؟ اعضای مجلس نمایندگان میگویند عملا استیکر و شناسنامه های کاغذی در شهرهای کشور به فروش می رسد و هیچ کسی جلوی این تقلب کاری را نمی گیرد. اعضای مجلس نمایندگان میگویند روندی را که حکومت برای برگزاری انتخابات روی دست گرفته است، سلامت انتخابات را به چالش خواهد کشید. انتخابات باید شفاف باشه، سرتاسری باشه، مستقیم باشه، ولی ما میبینم که سرتاسری نیست. در ولایت غزنی دایر نمیشه. تبعیض از این بالاتر، بی توجهی و بی حرمتی به شهروندان این سرزمین از این بالاتر که 11 نفر بیاید انتخابات در یک ولایت به گروگان میگیره، حکومت هم تماشا میکنه، خانه ملت هم تماشا میکنه، کمیسیون انتخابات هم تماشا میکنه. نگرانی های اعضای مجلس از تقلب در انتخابات در حالی مطرح می شود که حکومت همواره گفته است که در کار کمیسیون انتخابات مداخله نمی کند.